این قصد برایم بدتر از زندان شده. مدام در انتظار توته و دسیسه به سر میبرم، مدام نگران تهمت و افترایی تازه هستم. تو که قصد تمکین و اطاعت از زلیخا را نداری، خب فرار کن، من نسیاریت میکنم. آن وقت با فرار خود که همه یه تهمت ها را تایید کردم. خب نزد فرمانروا آمنهوتپ برو، او حتما یاریت میکند. چرا آمنهوتپ؟ این شک خداوند من از آمنهوتپ خیلی تواناتر است و هم اکنون ناظر احوال من است. از جناب پوتیفارم کاری ساخته نیست؟ او فهمید زلیخا مقصر است، چه اقدامی کرد؟ باید کاری کنیم. آنها تهدید به زندان کردند، تا دیر نشده باید کاری کرد. من زندان را دوست‌تر می‌دارم از گناهی که این زنان مرا به آن می‌خوانند. من به خداوند قادر و توانا پناه برده و صبر پیشه خواهم کرد و منتظر حوادث آینده خواهم بود تا خداوند چه پیش آورد. پایی نمانده که پیش نگذاشته باشم، رازی نمانده که از دل برون نینداخته، نیازی نمانده که ابراز نکرده باشم، پرده ای نمانده که ندریده، نازی نمانده که نکشیده باشم. تو بگو چه کنم؟ زنان اشراف مصری، همانان که دشمنان دیرینه هم هستند، چاره کار را در بند و زندان می دانند. از آنجا که درد شما و زنان اشراف مصری مشترک است، درمان هم مشترک خواهد بود. من هم بند و زندان را تایید می کنم. بسیار خوب، اقدام می کنم. از امروز یوزارسیف چهره دیگر از زلیخا را خواهد دید. رخساره روشن عشق در زلیخا به چهره سیاه نفرت بدل خواهد شد. عالی جناب، بانو زلیخا قصد ورود دارن. برده کنعانی علی‌رغم دستور شما ماجرای آن شب را برملا کرده. باز چه نیرنگی در سرداری؟ بی پرده بگو. ظاهرا نمی‌دانید این خبر تا چه حد ما را رسوا کرده است. همه جا نقل مجالس شده که عزیز مصر مراوده برده ای را با همسر خیش دیده، اما نادیده گرفته. نه بند و زندانی، نه کند و زنجیری و نه حتی ضرب و شتمی. تو از من میخواهی که بیگناهی را در بند کنم؟ اولا بیگناه نیست، راز برملا کرده. ثانیا منظور من اقدامی ظاهری و کوتاه مدت است. مثلا چه اقدامی؟ او را زندانی کنید. بیشک در بند کردن یوزارسیف دهانهای یاوگو و نمام را می‌بندد. تصمیم عالی جناب چیست؟ نیاز به کمی تعمق دارم. شما بروید، پاسخ برای بعد. جناب یوزارسیف عالی جناب پوتیفار شما را احضار فرمودند. چه شده؟ مگر برای اولین بار است که جناب پوتیفار مرا به حضور می‌خوانند؟
بعد از ماجرای شما و بانو زلیخا آری اولین بار است. شاید مسئله مهمی باشد. نگران نباشی، من با وجود خداوند بزرگ از کسی بیم ندارم. به تو گفتم ماجرای آن روز را فراموش کن و جایی نقل نکن. یوزارسیف ناسپاس نیست، خود را مدیون شما میداند و میتواند نسبت به آیش شما بی تفاوت باشد. نقل کرده ای یا نه؟ میدانید که من این کار را نمی کنم. پس چگونه همه مردم شهر آگاه شدند؟ تنها فرد حاضر در آنجا من نبودم. میدانم که بهانه میگیرم، درمانده ام که با تو چه کنم؟ هم تو را دوست می‌دارم، هم دشمن. من نیز مستأصل شدم. این قصر با همه بزرگی و زیبایی برایم تنگ و تاریک شده. تحمل دسیسه‌های مدام زنان و نیش کلام ساکنان قصر را ندارم. زلیخا از من خواسته تا تو را زندانی کنم. خب تو چه میگویی؟ ناخواسته در حق من نیکی کرده است. منظور تو را نمیفهمم. زندانی شدن من هم به نیش و کنایه بدخواهان پایان خواهد داد و هم زمینه فراموشی بانو زلیخا را فراهم خواهد کرد. علاوه بر آن، کاهنان نمی توانند شما را به هم فکری با یک بیگانه متهم کنند. من نیز از این دام های زنان مصر نجات خواهم یافت. براستی تو زندان را به آزادی ترجیح می دهی؟ هیچ کس زندان را دوست ندارد، اما چاره چیست؟ فعلا زندان تنها راه حل است. باید به قصر آمنهوتپ بروم، بعداً در مورد تو تصمیم خواهم گرفت. بگو عرابم را حاضر کنم. سیاه و سفید، آزاد و بد، زن و مرد، همه انسان هم و یک خالق همه را خلق کرده. کسی را بر دیگری برتری نیست مگر به میزان انسانیت و خصال پسندیده. کاری ماما معمولا به میان برده ها نمی آید. حتما کار مهمی پیش آمده. می توانم تنها با شما صحبت کنم؟ بانو زلیخا نزد پوتیفار رفته تا برای شما تقاضای مجازات زندان کند. تا فرصت باقی چاره‌ای بیندیشید. مثلا چه کنم؟ کافیست گوشه چشمی نشان دهید، همه چیز درست می شود. شیطان از زبان تو سخن می گوید. شیطان شما زنان را بر من گماشته و تخم کینه مرا در دلتان کاشته. پس تا شیطان را اطاعت می کنید ستیز ادامه دارد. مرا هیچگاه مطیع نخواهید یافت. اگر خداوند شر اینان را از من نگرداند و مرا در کنف اسمت خیشتن شاند، معلوم نیست عاقبتم به کجا خواهد انجامید. او چه میگفت؟ اصلا از تو چه میخواهد؟ بگذار من برایت بگویم. یوزارسیف یا باید زلیخا و زنان مصر را برگزیند یا زندان را. از زنان به خدا پناه برده و زندان اختیار خواهم کرد. مهنت زندان اگرچه طولانی شود عاقبت به سر آید، اما کسی نمیداند که زناکار از آتش دوزخ کی به در آید. کدام آتش؟ تو خود را به زندان میافکنی؟
تا از شر یک آتش واهی نجات یابی؟ هیچ عاقلی ندیده که مهلت زندان را بر زیبا رویان ترجیح دهد. جناب رودامو، چه شده رودامو؟ گرفته و غمگینی؟ بالاخره پوتیفار دستور زندان مرا صادر کرد. گفتی عاقل ندیده ای که چه؟ هیچ عاقل ندیدم یه مهرت زندان را بر هم نشینی با زیبا رویان ترجیح ده. برویم رودامو، گره از ابرو باز کن که یوزارسیف از این واقعه غمگین نیست. این یکی رو می آورند. همکتون باز می کردم. چه اتفاقی افتاده؟ بالاخره بانو زلیخا کار خود را کرد. یوزارسیف را به زندان میبرند. من آمادم. ما میدانیم شما بیگناه هستید. شاهد کوچک، تو با آنکه به درستی قضاوت کردی ولی باز همه را به زندان می‌برند. من راضی به رضای او هستم. شاید تقدیر این است. مراقب باش.